کلاه منگوله یا این داستان نگهداری از حیوانات. وای اوه دیگه صبرم تموم شده، میخوام هر چی زودتر ببینمش. منم همینطور، خودم هم منتظرم. کجا چرا نمیارنش؟ بیا اوهن، اینم دوست جدیدت، میخوای اسمشو چی بذاری؟ صداش میکنم هنایی. داره دنبال چی میگرده؟ نکنه این برو من نگاه بکنه که ما رو ببینه. آره شاید دنبال من میگرده. میگم نکنه چون ماهی دیگه این پیشش نیست احساس تنهایی. نمیدونم کلا منگونه یا عزیز برگردی سر جاتو. آره نمیشد بمونی. اوئن و کلاه منگوله ای ها از ماهی کوچولوی هنایی خوششون اومد، ولی نمیدونم خبر دارن که مراقبت از حیوانات زمین بسته راه و روشی داره. کیک گردویی. آخ جون من عاشق کیک گردویی هم. حالا میخوام برش گردونم باشی رقب که میخوام بندازمش بارو. ای وای چقدر بد شد، چسبید به سقف. خب آیدی دفعه دیگه اینقدر محکم پرتش نکن. باشه میرم یکی دیگه درست میکنم. وای این تاقوه بارو چقدر عجیب و غریبه. ظاهرش با بقیه خیلی فرق داره. آه انگار میخواد دستش یه جوجه در بیاد. یعنی قراره صاحب یه جوجه نازنازی بشی؟ همیشه میگفتی باید که جوجه کوچولو داشتی. خب از یه جوجه هم که کاری نداره، باید بذاره بشه جای گرم که براش خوب باشه، اونجوری زودتر بیاد بیرون. وای این چه جوجه نیست؟ یعنی چیه؟ به نظرم یه بچه اشتهاست. بچه اشتها؟ آخه چرا تقوه اشتها تو سبده تقوه مرغای من بود؟ آگی خیال کرد تو مادرشی، اومد تو بغلت، دلم بدش به من، نباید این کارو بکنی. این لباس خواب نوعی منه. چرا سر دلم داد میزنی؟ ببین چه بلایی سر لباس خواب من آورد، فقط چهار روز اینجاست، همه چیمونه جویده و خورده. خب دوست داره با همه چی بازی کنه، چون داره بزرگ میشه دندوناشم تیزتر شدن. ما میخواستیم یه حیوان بیازار داشته باشیم، نه دستگاه پارچه خورد کنی. بگو ببینم به اژدها چی میدی بخوره؟ باید یه چیزی بدم بخوره. کی گفته بهش غذا بدی؟ من که نشیدم. چرا لامپای اضافه‌مون نیستم؟ ما که یه عالم لام داشتیم. چه کار خطرناکی. معلوم شد بقیهشونم کجا. حیوان بیچاره حتما خیلی گوش نشه. آگی بهش چیزی نمیداده بخوره. مگه دلون مال تو نیست آگی؟ پس باید دلش غذا به تو، همیشه مراقبش باشی. حالا یه اژدها غیر از لام دیگه چی میخوره؟ این لباس خواب من نو بود. خب پس یه اژدها لباس خواب میخوره و لام. خیلی سخت شد، اینجوری که نمیشه. داشتم به دلون پرواز کردن رو یاد میدادم. آخه یه اژدها باید بتونه پرواز کنه. آگی دلون داره خیلی بزرگ میشه. تو یه عالمه زغال سنگ خورده، دارم مرتب بهش زغال سنگ میدم. آفرین پسر خوب. زود باش دلون، بالها تو به هم بزن و پرواز کن. کارت حرف نداره. همه چی رو به هم ریخت. اینجوری قابل تحمل نیست. خیلی ببخشید آگی،
پیش خودمون نگه داریم، داره خیلی بزرگ میشه. خب میرم تربیتش کنم، بهش میگم بره تو حیات بمونه، دیگه اینطوری نمیشه. آی نه، از دهنش هم که آتیش میزنه بیرون. حالا باید چی کار کنیم؟ لازمه یه چیزایی رو ببینیم، پس بیاین از دریچه من نگاه کنید. درست کردن خیلی راحته، خیلی هم تمیزه. بله بابی، تدارک محل نگهداری مناسب برای هر حیوان و تمیز نگه داشتنش اهمیت زیادی داره. آو نگاه کنین چه موش خوشگلیه. به نظر شما این دختر کوچولو از این موش خوشش اومده؟ وای، انگار اینا دوستای حنایی خودمونن. من که میگم دختر کوچولو یکی از اینا رو میخره. آخ راست میگی بابی، ببین چقدر خوشحال شد، عاشق ماهیا شده. اگه کسی علاقه منده که حیوانی رو مثل ماهی تو خونه نگهداری کنه، باید یاد بگیره که چجوری از اون مراقبت کنه، جای مناسب و کافی برای نگهداریشون پیدا کنه و همیشه سیر و تمیز نگهشون داره و همچنین مواظب باشه تا اونا بیمار نشن. چه خرگوش نازی. نکته مهم، باید دقت داشت تا اونا تغذیه درست داشته باشن. باید هر روز بهشون غذا بدین، اونم به اندازه، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. آو حیوانای بی‌زبونم مثل ما تشنه‌شون میشه. معلومه این بچه‌ها خوب میدونن چطوری باید از حیوانای مظلوم خونگی مراقبت کرد و جاشون رو تمیز و مرتب نگه داشت. نگاه کنید، هر حیوان قضای مخصوص خودشو داره. چه خوب، این خرگوش مثل دلا سراغ لباس خواب نمیره. پیداست که سبی کشنه شید. حیوانم احتیاج دارن که بهشون توجه و ازشون مراقبت بشه. اینگاه یه خرگوشم داره میاد به ما سلام کنه. آب هرچی باید نشونتون میدادیم دارد، حالا با خودتونه که درست هستیم. آگی معلومه داری چی کار میکنی؟ دارم یادش میدم هر طرفی ممنیگم بره و مطمئنم یاد میگیرم. خب ما براش یه لونه ساختیم، بیا دلان میتونی بری توش بخوابی. آو وای راه داریم، دلو باید از اینجا بره. حق با بابینه، تلاش خودمونه کردیم که طبق راه نمیاری دوربین جادی ازش مراقبت کنیم، ولی کار خیلی سختیه. بره راست بگی، اما من خیلی بهش علاقه بری شدم، بهش عادت کردم. این دیگه چه صداییه؟ وای کمک کوچولوی عزیزم. ماما بیا برگرد این خونم. خوب شد که مادر دلون پیداش کرد، حالا اونم خوشحاله. تازه ما که نمیتونستیم ازش مراقبت کنیم، اصلا نگهداری از حیوانا کار سختیه، مگه نه؟ بله، به خصوص اگه اشتها باشه. حق با شماست، منم موافقم. مراقبش باشید. یادتون دوربین جادویی چی میگفت؟ غذای مناسب به حیوانتون بدیم، اونم نه خیلی زیاد نه خیلی کم. بهش آب بدید، لونشم تمیز نگه داریم. مطمئنم خیلی راحت تر از نگهداری از یه اشتها. آره. اوهن داره میاد، ای کاش مانده برای ماهی کوچولوش حنایی رو ببینی. آره منم دلم میاد. آخ جون داری میری. یک دو سه تا ماهی هن. حنایی جون مطمئنم حالا خیلی خوشحالی. بچه ببین چقدر حنایی خوشحالی، آخه چند تا دوست داره که میتونه باشون بازی کنه. آره قبلش احساس تنهایی میکرد. اینگار حق با تو بود.
نگاه کنید چقدر اسباب بازی دارم. یه عالمه جای قایم شدن برای بازی قایم باشن دارم. بله به حسابی بهشون خوش میگذرم. ماهی های قشنگم گوش نتونه بفرمایی غذای مخصوص ماهی هست. نسیاد داد نکم. هنایی دوستاش دارن کیف میکنن. وای